نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. درود به همیهنان عزیزم، آرتمیس علی‌آبادی هستم و برنامه زن و نوزایی هویت ایرانی امروز در مورد افزایش تعداد زنان تحصیل کرده، فرصت یا تهدید صحبت می‌کنیم. با اعلام اینکه 61% ورودی‌های دانشگاه‌های ایران رو زنان تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه خانم مرضیه وحید دستجردی برگشتن گفتن که سال گذشته هشدار دادن اگر گزینش دانشجویان دختر به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، در چند سال آینده از مرز 70% ورودی های دانشگاه خواهد گذشت و این یک تهدید برای جامعه ایرانه. میخوام در مورد این صحبت بکنیم که آیا واقعا ورود زنان تحصیل کرده به جامعه یک تهدیده و اگر هست چه تهدیدی هست، برای چی تهدیده؟ چه در سال 80 که 49% زنان ورودی های دانشگاه رو زنان تشکیل میدادن و چه الان که 61% هستن، همواره میبینیم که اشتغال زنان در ایران 1/7 مردانه، یعنی 5 میلیون زن شاغل داریم در حالی که 35 میلیون کلا در ایران ما افراد شاغل رو داریم. یعنی میبینیم که اصلا اینطور نیستش که زنانی که تحصیل کرده هستن و از دانشگاه ها خارج میشن وارد جامعه و وارد بازار کار بشن. پس این چه تهدیدی میتونه برای ایران وجود داشته باشه؟ اون قشری که به اصطلاح به شدت واپسگرا هستن در حکومت، اعتقاد دارن که دو نوع بحران ما مواجه خواهیم بود. نخست اینکه رقابت‌های شغلی بین زنان و مردان به نفع زنان سنگین خواهد شد و به مرور زنان فرصت‌های شغلی بهتر رو به دست خواهند آورد و مدارج بالاتر جامعه، و این بحرانه از نظر آقایون. بحران دومی که در نظر میگیرن اینه که زنان تحصیل کرده به مرور همسران شایسته و همشأن خودشون در جامعه پیدا نخواهند کرد، چرا که زنان تحصیل کرده تعدادشون بیشتر از مردان، در نتیجه سن ازدواج میره بالا، انتخاب مشکل تر میشه و باروری و زادآوری هم کاهش پیدا میکنه به همون نسبت. اما این چیزی که در جامعه ایران بحران تلقی میشه، کاملا تجربه جهانی نشون میده که خلاف این هست. به خاطر اینکه زنان وقتی که وارد جامعه بشن و تحصیل کرده باشن، شکوفایی اقتصادی و رشد اقتصادی جامعه افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه بسیاری از نقاط جهان نشون داده که کارآفرینان زن هستن و اتفاقا کارآفرینان زن بسیار موفق عمل میکنن، برای که در تعداد بیشتر با کارگاه‌های کوچکتری میتونن کارآفرین اینی بکنن یا با بیزنس ها و کارها به اصطلاح مراکز کوچکتر و خصوصی تر وارد عرصه کار جامعه میشن. در نتیجه اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که توسعه اجتماعی در کشورهایی که زنان وارد عرصه کار میشن، زنان تحصیل کرده بالاتره و بهره‌وری اقتصادی بالاتره و رشد فرهنگ عمومی اونجا جامعه هم بالاتره. از طرف دیگه سیاست‌های دولت در هر دو زمینه، چه در زمینه محدود کردن ورود دختران به دانشگاه که میبینین در بعضی از رشته‌ها ورود دختران به دانشگاه در یه سری از رشته‌ها صفر، اصلا اجازه نمیدن، مثلا معادن، مهندسی معادن یا بسیاری از مهندسی‌های دیگه. از طرف دیگه بعضی از رشته‌ها هست که ورود آقایون رو بهش محدود می‌کنن، مثل تخصص‌های زنان یا زایمان یا مامایی. این موجب میشه که تبعیض جنسیتی و جداسازی محیط‌های کار هم صورت بگیره. درش فرهنگ همکاری و هماهنگی دوشادوش زن و مرد در جامعه از بین میره. از سوی دیگه پس از یه مدت شما خواهید دید که محدود کردن ورود زنان به دانشگاه‌ها و پس از اون محدود کردن ورود زنان به جامعه نارضایتی‌های پنهانی در درون زنان و در خانواده و در سطح جامعه ایجاد می‌کنه. به مرور نیروهای متخصص مردانه کاهش پیدا خواهد کرد و وقتی که شما جلوی ورود زن متخصص رو هم به همون عرصه‌ها می‌گیرین، دیگه نیروی متخصصی وجود نخواهد داشت که جامعه رو به جلو ببره. از طرف دیگه شکوفایی و رشد اقتصادی جامعه نصف میشه، به خاطر که زنان نصف جامعه هستن و وقتی شما جلوی ورود زنان رو به جامعه میگیرید، نصف نیروی کار رو عملا شما نصف نیروی تحصیل کرده رو به خصوص غیر فعال میکنید. از سوی دیگه
نقش مادران تسهیل کرده در خانواده بسیار مؤثره، برای اینکه زنان هستن که نسل آینده رو هم دارن تربیت میکنن و این زنان در فرزندانشون استقلال و اعتماد به نفس ایجاد میکنن. وقتی زنان ناچار میشن که در خانواده محدود بشن به نقش مادری و در خونه بمونن، مردانی که شغل دارن و برترن و قدرت اقتصادی خانواده در دستشونه، زورگوتر هم به مرور خواهند شد، چون زن مجبوره که تمکین کنه از مردی که همه چیز تقریبا دستشه و زن محدود به محوطه خانوادهش. در نتیجه این گونه زنان نقش اعتماد به نفسی که میتونن در خانواده داشته باشن بسیار کمرنگ میشه و فرزندانی که میتونن تربیت کنن اون همیت نفس و هویت و استقلال رو نخواهند داشت. زنی که خودش استقلال نداره و زنی که تحصیل کرده است ولی خودش رو تحت فشار جامعه در خونه محبوس میبینه، نمیتونه ارزش‌های انسانی بهتری رو به نسل آینده منتقل بکنه و فرزندان در دراز مدت اون حالت تربیت و اندیشه آزاد و استقلال و اتکا به نفسشون از بین خواهد رفت. بنابراین میبینیم که تهدیدی در مورد زنان تحصیل کرده در جامعه که وجود نداره هیچ، بلکه اثرات مثبت حضور زن تحصیل کرده در جامعه نسل‌های بعدی رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر ما میخوایم جامعه موفق تر داشته باشیم باید زن تحصیل کردهمون در اجتماع حاضر و فعال باشه. تا دیدار آینده شما رو به خدا میسپارم و با برنامه‌های آینده در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار. نام جاوید وطن، صبح امید وطن.